همکارم آرش الان اینجا در استودیو به ما پیوسته. آرش، از صبح همینطور گوش به زنگ بودیم که ببینیم آیا بالاخره آقای ترامپ اعلام میکنه در این روز استقلال آمریکا یا نه، تا این لحظه که هنوز اعلام نکرد. اولین بار 3 روز پیش نیویورک تایمز مقاله ای زد و به نقل از یه سری از افرادی که دور حلقه ترامپ هستند گفتش که قرار است که رئیس جمهوری آمریکا سبک سنگین کنه که آیا در روز استقلال آمریکا که امروز باشه میخواهد که اعلام کاندیداتوری کنه برای انتخابات 2024 یا خیر. و بعد از اونم CNN و شبکه CBS آمریکا هم شروع کردن با منابع دیگری صحبت کردن. طبق اون چیزایی که CNN گفته، یکی از دلایلی که رئیس جمهوری اسبق آمریکا 2.5 سال قبل از اینکه بخواد انتخابات ریاست جمهوری برگزار شه در یک اقدامی که اگر ایشون انجام بده خیلی نادر هست در دنیای سیاست، دلیلش این است که یکی از مشکلاتی که ایشون داره فشارهایی است که کمیته ششم ژانویه داره بهش وارد میکنه. اون چیزی است که CNN گفته و هیچ کدوم از منابع خودش هم معرفی نکرده که ما دقیقاً بدونیم این از کجا میاد. بخش دیگریش هم این است که آقای بایدن احساس میکنه الان، ببخشید، آقای ترامپ احساس میکنه که الان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در موضع ضعف قرار داره. آخرین نظرسنجی که ما چند وقت پیش دیدیم خیلی احساس غلطی نداره. البته آمارها هم همین رو نشون میدن، و شاید دلیل اینم که آقای ترامپ الان داره سبک سنگین میکنه که کاندیدای توریشو اعلام کنه، یکیش همین باشه. وضعیت بایدن زیاد خوب نیست. در طول چند ماه گذشته هم فردا دیدیم که آقای ترامپ را افتاد در ایالت‌های مختلف، شبیه کارزار انتخاباتی خودش رفت جای مختلف سخنرانی کرد، پشت سر هم به دولت بایدن گیر داد. همین امروز هم در اون سوشال میدیای خودش که به اسم تروث معروف هست، چندین و چند تیکه انداخت به دولت بایدن و گفتش اگه هنوز رئیس جمهور بود جنگ روسیه احتمالاً اتفاق نمی‌افتاد و بنزین انقدر گران نبود و و و. برای خود منم یکم جای تعجب بود واقعا اگر امروز اعلام می‌کرد، چون اونایی که نمی‌دونن 4 ژوئیه یا جولای روز استقلال آمریکا چیزی شبیه مثلا به چهارشنبه سوری در ایران دیگه، همه بیرونن و دارن می‌نوشن و آتش بازی می‌کنن و اینا، نمی‌دونم که چقدر مخاطب تلویزیونی می‌داشت اگر اعلام می‌کرد. اگر حالا این رو به قول تو اگر امروز ایشون این داستان رو اعلام نکنه، مقصود کاندیداتوریش برای انتخابات 2024، آقای ترامپ بارها گفته می‌خواد در انتخابات بعدی شرکت کنه، تا حالا هیچ وقت نگفته که تصمیم گرفته که شرکت نکنه. اما اگه اونجوری که نیویورک تایمز، CNN، CBS، ونیتی فر و چندین و چند شبکه تلویزیونی و مطبوعاتی دیگر راجبش قلم فرسایی کردن، نیویورک تایمز مقاله 3-4 صفحه از منابع مختلف، اگر این اتفاق نیفته ما یک داستان دیگری هم نشون میده که فقط مخصوص دونالد ترامپ هست، اینه که از روی شایعات مطبوعات احساس میکنن که به اندازه کافی بعضی اوقات هم خودشو اطرافیانشن که این شایعاتو درز میدن بیرون. دقیقاً درز میدن و معلوم نیست، یعنی در این بازاری که وجود داره معلوم نیست چقدرش واقعیت، معلوم نیست چقدرش از طرف خود ترامپ و اطرافیانش درز داده شده بیرون و معلوم نیست چقدرش کار مطبوعاتی است و خبرنگاری است که واقعا رفتن با منابع مختلف صحبت کردن و سعی کردن این مطلب رو یه جوری از تو آب و آتیش در بیارن و بذارن توی اون نشریه. و الان هم تا اینجا که ساعت 4:20 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی است، ما هنوز هیچ چیزی مبنی بر اینکه ایشون کاندیداتوری خودش رو اعلام بکنه هنوز نشدیم، ولی خب فعلا روز هنوز ادامه داره و چند ساعت دیگه مونده به پایان روز 4 جولای این داستان رو تقریب کنم. ولی جمهورخانه دیگری هم هستن که بعضیشون هم خیلی نزدیک بودن با آقای ترامپ، مثل مثلا آقای پومپئو فرماندار فلوریدا، کسانی دیگری هم هستن که زمزمش هست ممکنه خودشون رو نامزد کنن. اگه همچین اتفاقی بیفته ایشون خب واقعا کاندیداتوریش رو اعلام بکنه، چند تا مشکل برای حزب جمهوری‌خواه به وجود میاد. انتخابات میاندوره‌ای نزدیکه و حواسا همه از انتخابات میاندوره‌ای خواهد رفت روی رئیس جمهوری سابق آمریکا و اینکه قرار است در انتخابات 2024 شرکت کنه. یک مقداری حزب جمهوری‌خواه رو در یک موضع عجیبی قرار خواهد داد، به خاطر اینکه خیلی از اون افرادی هم که الان با در واقع بلیت حزب جمهوری‌خواه قرار در انتخابات میاندوره‌ای شرکت کنند متحدین آقای ترامپ هستند، و اینکه آقای ترامپ بیاد و یه مقدار از اون توجه رو از اونا بگیره، خب این مسئله است که شاید خیلی خوششون نیاد. نکته دوم هم این است که اجازه نمیده به بقیه افرادی که تو اشاره کردی، مثل پومپئو، مثل نیکی هیلی، مثل دیسانتیس فرماندار فلوریدا، که اینها دوباره بشینن و دو تا چهار تا کنن و ببینن آیا واقعا میخوان با رئیس جمهوری سابق آمریکا شاخ به شاخ بشن و در انتخابات مقدماتی با ایشون در واقع برن توی دوره پرایمری و سعی کنن که حالا ایشون رو شکست بدن، به خاطری که آقای ترامپ میدونیم که با اون کسایی که حداقل این چند نفری که ما اسمشون آوردیم خیلی هاشون رابطه شخصی خوبی داره، همونجوری که شما گفتی
غیر از مایک ولی نمیدونیم نامزد بشن رابطهشون چطور میشه. جمله منم همین بود. دقیقاً معلوم نیست که اگر نامزد بشن چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین یه تاکتیکی هم میتونه باشه که بقیه کاندیدا رو کامل خاموش کنه. ممنونم از تو آرش علی همکارم اینجا در استودیو با ما. طبیعتاً تا آخر شب دنبال می‌کنیم ببینیم آیا نامزدیشو اعلام می‌کنه یا نه.